ده ها هزار کارگر در میانمار طی دو ماه گذشته اعتصاب کردند به این امید که با ایجاد بحران اقتصادی بتوانند جنرال های ثروتمند ارتش را مجبور به عقب نشینی کنند شبکه فرانس 24 گزارش داد هر جمعه در حال حاضر یکی از فقیرترین اقتصادهای آسیا را تحت تاثیر قرار داده است جایی که یک چهارم مردم با درآمد کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند بانک جهانی کاهش ده درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 2021 را برای میانمار پیش بینی کرده است. این یک گام بزرگ رو عقب برای کشوری است که در دوره گذار دموکراتیک به رهبری دولت غیر نظامی سوچی رشد چشمگیری داشت. بنابراین گزارش کارشناسان معتقدند که ارتش چنین مقاومتی را پیش بینی نمی کرده است. کارمندان در دریافت حقوق با مشکل روبرو هستند و دستگاه های پول نقد خالی هستند. بخش پوشاک میانمار که, پیش... که پیش از این رو نقد داشت در حال فروپاشی است. کارخانه های نساجی متعلق به چین که برای مارک های کار میکنند نیز در میانمار به آتش کشیده شدند. در نتیجه هزاران کارگر بدون حقوق ماندند و مجبور شدند به روستاهای خود بازگردند. این وضعیت برای کشاورزان نیز نگران کننده است. هزینه ها و قیمت ها هم در این کشور به شدت در حال افزایش است. این در حالی است که میلیاردرهای این حکومت نظامی علا آشفتگی اقتصادی این حکومت همچنان گوش خود را بروی معترضین بستند.